نقش زنده مسابقه فوتبال ایران و ژاپن در کاخ جشنواره باعث شد تا دومین سانس از سومین روز 42 جشنواره فیلم فجر با 2 ساعت تاخیر اکران بشه. و سرانجام شهسوار، محصول بنیاد سینمایی فارابی، به نویسندگی و کارگردانی حسین نمازی اکران شد. در شهسوار خانواده ای رو میبینیم که به دنبال درگذشت پدر خانواده که در حال تدارک مراسم عروسی بوده اما چند بار به هم خورده بوده، خانواده حالا قصد دارن این اتفاق رو از همه پنهان بکنن. اما این روند داستان و اتفاقی که در این داستان میفته باعث شده تا منتقدانی که در کاخ جشنواره حضور دارن و حتی تهیه کننده این فیلم معتقد باشن که این فیلم تحت تاثیر فیلم قبلی کارگردان یعنی شادروانه. حتی تهیه کننده معتقده که شهسوار در کوچه پایینی شادروان اتفاق افتاده. یکی از مهمترین نکاتی که در نشست خبری این فیلم مطرح میشه اینه که منتقدان و حتی تهیه کننده فیلم معتقدن که شهسوار تحت تاثیر شادروان فیلم قبلی کارگردان فیلمه. اما حسین نمازی این اتفاق رو رد میکنه. شهسوار به نظر من اگه بخوام خلاصه بگم در واقع گسترش یافته فیلم قبلی آقای حسین نمازیه. آقای نمازی 2 سال پیش کمدی ساختن به اسم شادروان، حتما در واقع مخاطبا میتونم دیدن، شما هم دیدین، همون فضای در واقع آدم‌های پایین شهری، همون معضلاتی که با مرگ در واقع شکل میگیره و اینجا به صورت توسعه یافته دوباره توی منطقه پایین شهری همونو توسعه دادن. فقط تفاوتش در اینه که اونجا در واقع مرگ وقتی رخ میده در واقع خانواده دنبال یه پولی هستن برای کفن و دفن، اینجا در واقع خانواده دنبال این هستن که از جنازه یا جسد در واقع پدر مرحومشون یه عاملی بکنم برای درآمدزایی. عرض کنم خدمت شما همه فیلم هایی که تا به امروز نشون دادن دیدم فیلم ها رو. فیلم ها مثل فیلم های دهه 60 نیستن، خیلی عقب گرد داره، خیلی افتادگی داره. با توجه به اینکه روز به روز امروز تکنولوژی به خاطر این دیجیتال بودن روز به روز ترقی میکنه، ما یه مقدار متاسفانه خوش ساخت نمیبینیم. اگه یه ذره در واقع فضا رو عوض‌تر می‌کردن، به جای اینکه انقدر کاراکترها رو تو محله‌های پایینی دور هم جمع بکنن، با دیالوگ در واقع داستان رو پیش ببرن، سعی می‌کردن داستانک‌ها و در واقع موقعیت‌های مجزا واسه کاراکترها ایجاد بکنن، موفق‌تر بودن. یه نکته‌ای هم داره این فیلم، نویسندش آقای ابوالفضل کاهانی امسال یه فیلمنامه دیگه هم نوشته به اسم زودپس که البته اون با اینکه متقاضی جشنواره بود تو جشنواره نیومد. و نکته اینه که سوژه اصلی هر دو تا فیلم یکیه، یعنی اونجا تو زودپس هم در واقع مرگ در واقع بزرگتر خانواده باعث میشه که اونجا تو اون فیلم با جناخا در واقع به دنبال این باشن که اون بزرگتر رو شهید جا بزنن که به واسطش کسب درآمد کنن. اینجا داستان، اونجا داستان دهه 60 تو زودپس، اینجا سال 1400. یعنی خیلی جالبه تو یه سال 2 تا فیلم با یه سوژه ساخته شده که یکیشو که من تا اینجا دیدم اون اتفاقی که باید توی ژانر کمدی براش رخ میداده رخ نداده، یعنی کمدی نیست که بتونه در واقع اون حتی به اندازه شادروان مخاطب کسب کنه.